تنه ی آقای سفیر به زلنسکی برگشت دردسر ساز شد. سفیر کیف در لندن روز جمعه از تنه ی ولادیمیر زلنسکی به وزیر دفاع انگلیس انتقاد کرد و رئیس جمهوری اوکراین نیز او را برکنار کرده است. زلنسکی در فرمانی اعلام کرد که وادیم پریستایکو سفیر اوکراین در انگلیس برکنار شده، اما دلیلی برای این تصمیم خود ارائه نکرد. بن والاس وزیر دفاع انگلیس هفته گذشته در نشست سالانه ناتو در ویلنیوس لیتوانی به خبرنگاران گفت که اوکراین نباید با شرکای غربی خود مانند شرکت فروشگاه اینترنتی آمازون رفتار کند. والاس گفت در ماه ژوئن گذشته وقتی پس از 11 ساعت رانندگی اوکراینی‌ها یک لیست به من دادند، به آنها گفتم من آمازون نیستم. چه دوست داشته باشیم و چه نه، آنها باید قدردان ما باشند. زلنسکی در پاسخ والاس گفت که اوکراین همیشه از انگلیس بسیار سپاسگزاری کرده است. وی افزود من فقط نمی‌دانم منظور وزیر دفاع انگلیس چیست. چگونه باید از او تشکر کنیم؟ او باید برای من بنویسد و به من بگوید که چگونه باید تشکر کنم تا قدردانی کامل خود را نشان دهم. همچنین می‌توانیم صبح از خواب بیدار شویم و شخصا از وزیر دفاع انگلیس تشکر کنیم. پریستایکو این هفته اظهار داشت که زلنسکی در پاسخ به والاس بیش از حد لحنی طعنه‌آمیز به کار برده و خطر افشای اختلافاتی را که میتواند به مسکو کمک کند افزایش داده است. وی در مصاحبه‌ای با اسکای نیوز گفت من معتقدم این طعنه سالم نیست. ما مجبور نیستیم به روس‌ها نشان دهیم که بین ما اختلافاتی وجود دارد. آنها باید بدانند که ما با هم کار میکنیم. آسیب به ساختمان کنسولگری چین در حمله موشکی به بندر اودسا. همزمان با پایان توافق غلات میان روسیه و اوکراین و هشدار روسیه درباره ورود کشتی‌های تجاری به بنادر اوکراین از دریای سیاه، شبکه روشا تودی به نقل از رسانه‌های اوکراینی از شنیده شدن صدای چندین انفجار در شهر بندری اودسا خبر داد. هنوز مشخص نیست صدای این انفجار به چه چیزی ارتباط دارد، اما اخباری از اصابت موشک به نزدیکی کنسولگری چین در اودسا حکایت دارد. وزارت خارجه روسیه در این زمینه گفته مسکو در خصوص عملیات نظامی روسیه و وضعیت در اطراف کنسولگری چین در اودسا توضیحات لازم را به طرف چینی ارائه کرده است و همه کانال‌های ارتباطی با چین پیرامون این وضعیت به خوبی کار می‌کنند. این وزارتخانه همچنین گفته با توجه به خساراتی که به ساختمان کنسولگری چین در اودسا وارد شده، به همکاری نزدیک خود در این زمینه ادامه خواهیم داد. وزارت خارجه چین اعلام کرده که چندین انفجار در نزدیکی ساختمان کنسولگری چین در اودسا رخ داده که منجر به شکستن شیشه ها شده و بخشی از دیوارهای ساختمان آسیب دیده، اما به هیچ یک از اعضای کنسولگری آسیبی وارد نشده است. پیش از این وزارت دفاع روسیه اعلام کرده بود از 20 ژوئیه پنجشنبه 29 تیر همه کشتی هایی که از دریای سیاه به بنادر اوکراین سفر می کنند به عنوان حامل های بالقوه محموله های نظامی در نظر گرفته می شوند. پنتاگون: کیف تنها یک راه برای ممانعت از نابودی کامل دارد. مشاور سابق وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد کیف تنها یک راه برای جلوگیری از نابودی کامل دارد، اینکه فوراً با مسکو وارد مذاکره شود. داگلاس مکگرگور، مشاور سابق وزیر دفاع آمریکا، در یوتیوب گفت: باید توجه داشت که وقتی نوبت به توافق‌های مربوط به سرزمین می‌رسد، روس‌ها سرزمین‌هایی را که برای آن سخت جنگیدن تحویل نمی‌دهند. بنابراین ما باید در مورد آنچه اکنون از اوکراین باقی مانده واقع‌بین باشیم. وی افزود: اگر اوکراین امروز وارد مذاکره شود، حداقل چیزی را حفظ خواهد کرد. اما اگر این کار را انجام ندهد، آنقدر کوچک می‌شود که هرگز کنترلی بر قلمروی خود نخواهد داشت. مکگرگور افزود: برای دستیابی به توافق با روسیه، اوکراین باید با وضعیت بی‌طرف موافقت، هر گونه کمک خارجی را متوقف و همه اعضای ناتو را از خاک خود بیرون کند. مسکو پیوسته تمایل خود را برای مذاکره با کیف و حامیان غربی نظام اوکراین اعلام و تاکید کرده که وضعیت جدید در میدان باید در نظر گرفته و به رسمیت شناخته شود. مسکو پیوسته تمایل خود را برای مذاکره با کیف و حامیان غربی نظام اوکراین اعلام و تاکید کرده که وضعیت جدید در میدان را باید در نظر گرفته و به رسمیت شناخته شود. اوکراین تحت فشار آمریکا و برخی از کشورهای غربی زیر بار مذاکره نمی رود و تلاش می کند مناطقی که روسیه اشغال کرده پس بگیرد. پوتین برای کودکان روسی دوره آموزشی پهپادی گذاشت. به گفته سناتور روس آرتم شیکین، دانش آموزان روسی از اول سپتامبر شروع به یادگیری اصول استفاده از پهپادهای جنگی به عنوان بخشی از دوره آموزش نظامی اولیه خود خواهند کرد.
این برنامه به بررسی انواع مختلف پهپادها، اهداف، ویژگی‌های تاکتیکی و فنی و راه‌های مقابله با هواپیماهای بدون سرنشین متخاصم می‌پردازد. پوتین، رهبر روسیه، پیشتر پیشنهاد گنجاندن دوره‌های استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین را در برنامه درسی مدارس ارائه کرد. پوتین گفت لازم است دوره‌ها و ماژول‌های آموزشی در زمینه مدیریت سیستم‌های بدون سرنشین در برنامه‌های آموزشی در زمینه‌های مختلف گنجانده شود. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.